سلام دوستان به کانال ذهن خلاق و خوش آمدید در این ویدیو میخواهیم به این سوال جواب بدیم که آیا قهوه ممکنه خطر ابتلا به سرطان پروستات کوشنده رو در مردان کاهش بده لطفا تا پایان این ویدیو با ما باشید بر اساس مطالعه جدیدی که توسط محققان دانشکده هاروارد انجام شده به نظر میرسه مردانی که به طور منظم قهوه می نوشند کمتر در مرض خطر ابتلا به نوع کوشنده سرطان پروستات قرار می گیرند. علاوه بر این خطر کمتری در میان مردان است که قهوه معمولی یا بدون کافئین می نوشند سرطان پروستات شایع‌ترین نوع سرطان تشخیص داده شده و دومین علت مرگ ناشی از سرطان در میان مردان آمریکایی است دانشمندان تصمیم گرفتن در تحقیقی رابطه نوشیدن قهوه با رشد پروستات رو مورد مطالعه قرار دادند زیرا قهوه ترکیبات مفید زیادی داره که به عنوان آنتیاکسیدان عمل میکنه التهاب رو کاهش میده و انسولین رو تنظیم میکنه و همگی این عوامل ممکنه بر سرطان پروستا تاثیر بگذاره قهوه در مطالعات قبلی با خطر کمتر بیماری پارکینسون دیابت نوع دو بیماری سنگ کیسه صفرا و سرطان کبد مرتبط بوده در واقع این مطالعه ارتباط رو بین مصرف قهوه و خطر ابتلا به سرطان پروستاد به ویژه خطر ابتلا به سرطان تهاجمی پروستاد رو در بین 47911 مرد آمریک مورد مطالعه قرار داد پیگیری متخصصان سلامت و بهداشت که مصرف قهوه رو هر چهار سال یک بار از سال 1986 تا سال 2008 گزارش کردند مورد بررسی قرار دادند در این دوره 5035 مورد سرطان پروستات گزارش شد که 642 مورد مرگبار یا دچار متاستیک شده بودند همینطور در رابطه با این تحقیق محققان به نتیجه زیر رسیدند مردانی که بیشتری میزان قبل یعنی 6 فنجان یا بیشتر در روز مصرف میکردند تقریبا 20 در مرض خطر ابتلا به هر نوع سرطان پروستات بودند ارتباط معکوس با قهوه برای سرطان تهاجمی پروستات حتی قوی تر بود مردانی که بیشتر قهوه می نوشند 60 درصد کمتر در معرض خطر ابتلا به سرطان پرستاد کشنده بودند البته به نظر نمی رسه که نوشیدن قهوه های کافئین دار و بدون کافئین در کاهش این بیماری نقش مهمی داشته باشد حتی نوشیدن یک تا سه فنجان قهوه در روز با کاهش 30 درصد خطر ابتلا به سرطان پروستاد کشنده همراه بوده همچنین در تحقیق دیگر محققان به این نتیجه رسیدند افرادی که قهوه می نوشند بیشتر سیگار می کشند و کمتر ورزش می کنند همینطور این رفتارها ممکن خطر سرطان پیشرفته پروستات رو افزایش بده نتایج این مطالعه باید در جمعیت های دیگری که طیف وسیع از قهوه و تعداد زیادی از موارد مرگبار سرطان موارد مرگبار سرطان پروستات رو دارند تایید بشه در صورت تایید این نتایج مطالعه داده ها به لیست سایر فواید بالقوه قهوه برای سلامتی اضافه میشه محققان در حال حاضر در حال برنامه‌ریزی مطالعات بیشتری برای درک میکانیسم های خاصی هستند که قهوه میتونه خطر ابتلا به سرطان کشنده پروستاد رو کاهش بده اما در قهوه چیزی وجود داره کارشناسان گزارش میدن که قهوه حاوی بیش از 2500 ترکیب غیر فرار و فراره قلزت و نوع این ترکیبات بسیار به محل رشد دانه های قهوه و نحوه تهیه دانه ها و سایر عوامل میتونه بسیار متفاوت باشه یکی از ترکیبات فعال اصلی قهوه یعنی کافئین که اثر خفیفی بر سیستم عصبی مرکزی داره آنتی اکسیدان هایی مانند اسیدهای کلوروژینگ و ملانوئیدی نیز وجود داره بسیاری از ترکیبات در هر یک از این دستبندی ها قرار می گیرند و اثرات متفاوتی بر بدن دارند کافستول و کاهوهول که هر دو دیترپن هستند در روغن موجود در دانه های قهوه وجود دارند بسته به نحوه دم کردن دانه های قهوه دیترپن ها میتونن تا حدودی میتونن برای سلامتی هم مضر باشند اگر از فیلتر کاغذی استفاده میکنید فیلتر کاغذی این ترکیبات رو جذب میکنه برخی تحقیقات نشان میده که قرار گرفتن بیش از حد در معرض دیپرپن ها میتونه سطح کلسترول یعنی لیپوپروتئین با چگالی کم رو افزایش بده تاکنون کنون یافته های مربوط به تاثیر قهوه بر سرطان پروستات بحث‌انگیز و متناقض بوده اما تحقیقات اخیر در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه کانازاوا در ژاپن نشان داده که مصرف قهوه با خطر کمتر سرطان پروستات حداقل در موش مرتبط بوده حداقل در موش مرتبط بوده برای رسیدن به این نتیجه محققان ابتدا شش ترکیب مختلف رو بررسی کردند که به داروهای استاندارد سرطان در برابر سرطان پروستاد در موش مقاوم بودند سپس ارزیابی خودشون رو از کافستول و کاهول که به طور طبیعی در قهوه وجود داره متمرکز کردند افزودن کافستول و کاهولستاد به سلول های سرطانی پروستاد باعث مهار شدن سلول های سرطانی شد به گفته دکتر ایوا موتو استفاده از کافیستول به همراه کاولستاد رشد سلول های سرطانی پروستاد رو مهار کرد و این ترکیب به طور فضاینده عمل عملکرد خوبی داشته و به گفته دکتر ایواموتو موتو رشد تومورهای سرطانی در موشها کاهش قابل توجهی را نشان داد همینطور در تحقیقات دیگر یک متاانالیز که شامل تقریبا 5.4 هزار شرکت کننده بود به تاثیر مصرف قهوه بر سرطان داختند بررسی کنندگان به این نتیجه رسیدند که نوشیدن قهوه با کاهش خطر ابتلا به سرطان پروستات مرتبط به همینطور محققان به این نتیجه رسیدند که قهوه حاوی بسیاری از ترکیبات فعالی بیولوژیکی از جمله کافئین و اسیدهای فنولوکیت است که فعالیت آنتیاکسیدانی قوی دارند و میتونند بر متابولیسم گلوکوز و سطح هورمون جنسی تاثیر بگذارند به همین دلیل این فعالیت های بیولوژیکی باعث میشه که مصرف قهوه با کاهش خطر سرطان پروستات مرتبطه همینطور تاثیر قهوه در نحوه تجزیه شکر در بدن نقش و نیز مقدار هرمون های جنسی که هر دو با سرطان پروستات ارتباط دارند اثر میذاره دکتر کاترین ویلسون در این مورد میگه تا الان بین شیوه زندگی انسان و خطر مبتلا شدن به سرطان پروستات به خصوص سرطان های و مهاجم ارتباطی پیدا نشده به همین خاطر اگه نشده به همین خاطر اگه در تحقیقات دیگر ارتباط بین مصرف قهوه با سرطان پروستات تایید بشه کشف این ارتباط پیشرفت مهمی در پیشگیری و درمان سرطان پروستات داره البته هنوز پژوهشگر مطمئن نیستند کدام یک از ترکیبات قهوه احتمال داره تاثیر مثبت داشته باشه و تاکید فراوانی است که برای رسیدن به نتیجه درست نیازمند تحقیقات بیشتری در این مورده مصرف قهوه با کاهش نسبی خطر ابتلا به سرطان کبد روده و سینه ارتباط داره اما هنوز هیچ مدرک مطمئنی در مورد نقش احتمالی اون در کاهش خطر سرطان پروستاد وجود نداره خطر مبتلا شدن به سرطان پروستاد در افرادی که بیشترین تعداد فنجانهای قهوه رو در روز مصرف میکنند نسبت به افرادی که قهوه نمی نوشند تا 9 نو درصد کمتره. علاوه برای این حرف انجام اضافی خطر مبتلا شدن به سرطان پروستات رو تا یک درصد کاهش میده بررسی هایی که در مورد سرطان موضعی و پیشرفته پروستات انجام شد ثابت کرده که در مقایسه با کمترین مقدار مصرف قهوه بیشترین مقدار مصرف خطر مبتلا شدن به سرطان موضعی پروستات رو تا 7 درصد و خطر مبتلا شدن به سرطان پیشرفته و کوشنده پروستات رو 12 تا 16 درصد کمتر میکنه قهوه همینطور متابولیسم گلوکوز رو بهبود میده و دارای خاصیت ضد التهابی و آنتی است و بر سطح هورمون‌های جنسی تاثیر میگذاره. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید لطفا این ویدیو رو لایک کنید اونو با عزیزان خودتون به اشتراک بگذارید و همینطور از دیگر ویدیوهای ما دیدن بکنید و فراموش نکنید که گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید